خداوند از وچل در مورد قوم فرعون می آسمان و زمین بر آنها نگریست و به آنها مهلت داده نشد در دریا غرق شدند و مردند و هیچ کس برای آنها نگریست ابن عباس که خداوند از او راضی باشد پرسید آیا آسمان و زمین برای مرده گریه می کند؟ پیامبر فرمودند هر مؤمنی برای نمازش جایگاهی دارد که به آن عادت کرده است به عنوان مثال در خانه فقط در جایگاه خاصی عادت به نماز خواندن داری همه نمازها نماز چاشت نماز سنت و نماز فرض اگر به جماعت نرسیدی پس مؤمن در زمین جایی دارد که در آن نماز میخوند. و در آسمان هم جایی دارد که اعمالش از آنجا بالا میرود. و هنگامی که فرد میمیرد دیگر اعمالش از بالا رفتن آن جایگاه در آسمان و از آن جایگاه در زمین قطع می شود. همچنین نماز خواندن به جایگاه هم قطع می شود. پس زمین از فراغ او گرگه می کند و آسمان نیز از فراغ او گرگه می کند. اما بنده فاسد و گناهکار اعمال نیکی ندارد که به آسمان صعود کند و زمین را به گرگه درآورد. همانا که خداوند می گوید در حالی که آسمان و زمین نظارگر آنان بودند، برای آنها گرگه نکردند. حقیقت مرگ چیست؟ مرگ خروج روح از جسم است. و خداوند صبحان مرگ را به دو صورت قرار داده است. مرگ سقرا و مرگ کبرا. خداوند به هنگام مرگ روح را می ستاند و نیز روحی را که در موقع خوابش نمرده از قبض می کند. پس آن نفسی را که مرگ را بر او واجب کرده نگاه می دارد. و آن دیگر نفسها ها را تا هنگامی معین به سوی زندگی دنیا باز پس میفرستد و این قدرت خداوند است ابراهیم به خداوند میگوید به من چگونگی احیاء مردگان را نشان بده گفت آیا تو ایمان نداری ابراهیم پاسخ داد بله دارم و میخواهم اطمینان قلبی پیدا کنم پس خداوند گفت چهار پرنده را زب کن و هر جزی از آنان را در چهار کوه مختلف بگذار یعنی چهار پرنده بیاور زب هشان کرده و قطع قطع کن پای این پرنده را با پای پرنده دیگری در کوهی بگذار و سر این را با سر آن دیگری در کوه دیگری بگذار و بال این را در آن کوه بگذار جدایشان کن و در آخر در هر کوهی جزئی از آنان را بگذار پس بازگردانده خواهد شد امانند روز اول پس ابراهیم چنین کرد و خداوند پرندگان را در میان دستانش زنده کرد. یا همانند آن کسی که بر دهی گذشت در حالی که دیوارهای آن به روی سقفها ها فرو ریخته بود. او با خود گفت چگونه خداوند اهل این ده را پس از مرگشان زنده می کند. خداوند او را به مدت صد سال می میراند. سپس زندهش کرد و به او فرمود چه مدت خواب بودی؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز فرمود نه بلکه صد سال درنگ کردی آن مرد همراه خود مقداری غذا و نوشیدنی داشت مثلا مقداری نان آب یا میوه و چیزهای دیگر خداوند به او گفت به غذا و نوشیدنی خود نگاه کن که تعم و رنگ آنها تغییر نکرده است و به علاق خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده و هم تو را نشانه برای مردم در مورد معاد قرار دهیم و اکنون به استخوان های خود نگاه کن که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم سپس گوشت بر آنها می پوشانیم پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد گفت میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست و همینطور مقداری نوشیدنی، آب یا شایدم دوغ. پرسید چه مدت خواب بودی؟ آن مرد صد سال مرده بود. پرسید چه مدت خواب بودی؟ گفت شاید نصف روز یا یک روز کامل. ابراهیم گفت خیر تو صد سال از مرده ای؟ نگاه کن. به خوراک و نوشیدنیت نگاه کن. نگاه کن تغییری نکرده. نگاه کن خوراک و نوشیدنیت بعد از صد سال هیچ تغییری نکرده. اما علاقت را ببین. ببین به چه روزی افتاده. ما آن را نشانه برای مردم قرار می دهیم. به استخانهایش بنگر که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم و سپس گوشت به آن می پوشنیم. پس بدان که خداوند بر هر چیزی توانه است. روزی ولید ابن مغیره که بی اعتقاد بود نزد محمد صلی الله علیه و آله علی سلم آمد و با خود استخوان قلمی خشکی در دست داشت آن را شکست و در میان دستان پیامبر گذاشت و با تمسخر گفت گمان می کنی که خداوند این استخوان پوسیده را دوباره زنده می کند؟ رسول الله در جواب فرمودند بله خدا هم این را زنده می کند هم تو را بعد از مرگت و به جهنم می برد. خداوند این گونه می فرماید. و مثالی می زند برای بندگانش که اگر از تو پرسیدند چه کسی می تواند استخانهای خورش را احیا کند؟ بگویید همان کسی که این استخوان را به وجود آورده و خلق کرده و همانا او بر همه چیز توانست همان کسی که از درخت سبز برای شما آتشی ساخت تا شما از آن استفاده ببرید خداوند بر همه چیز آگاه است اراده کند میکشد. اراده کند زنده می کند روح را از بدن جدا می کند ملک الموتان را میستاند و تمام از امام مالک پرسیدند آیا آیا ملک الموت جان پشه ها و حشرات را نیز می ستاند؟ امام مالک پرسید آیا آنها روح دارند؟ گفت بله ایشان گفت بله حتما ملک الموت روحشان را می گیرد خداوند تمامی ارواح را به سوی خود باز می گرداند همه مخلوقات روزی طعم مرگ را می چشند و ملک الموت جانها را می ستاند و کارش را به درستی انجام می دهند. بحث این نیست که میمیری بحث اینجاست که چگونه بمیری و حالت بعد از مرگ چگونه باشد جنازه ای را می بردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا راحت شده یا از دستش راحت شده یعنی اینکه یا از دنیا راحت شده و به نعمت‌های آخرت منتقل می شود یا اینکه فاسق و فاشری بوده که دنیا و مخلوقات از دستش راحت شدند پس روزی جنازه از کنار رسول الله عبور می کرد. مردم در حال تعریف از او بودند. هر کسی چیزی می گفت. الله، فلانی حتی یک روز هم نمازش ترک نشد. دومی گفت ماشاءالله هر ماه کل قرآن را دوره می کرد. سومی گفت خدا خیرش بدهد صدقه می داد و به فقیران کمک می کرد. چهارمی گفت مرد خیلی خوش اخلاقی بود. پنجمی گفت این مرد همیشه به پدر و مادرش نیکی میکرد. ششمی گفت خدا خیرش دهد این مرد خیلی به یتیمان کمک میکرد. در محله ما به همه صدقه میداد ولی هیچ کس نمیدانست. هفتمی گفت به خدا قسم جز خیر از او ندیدیم. خلاصه همه از او تعریف و تمجید میکردند و به خصلت های خوب او اشاره میکردند. پس رسول الله با آرامش فرمودند ثابت شد. ثابت شد. بعد از مدتی جنازی دیگری را از کنارشان بردند. همه از او تعریف بد می کردند. می پرسیدن این جنازه کیست؟ گفتن جنازه فلانیه. آهان، همان که از فلانی پول گرفت و بهش پس نداد. دومی گفت اخلاق خیلی بدی داشت. سومی گفت با همسایه هایش بد بود. چهارمی گفت با پدر و مادرش خوب نبود و همینطور همه از او بد می گفتن. حتی یک نفر هم از او به نیکی یاد نکرد. همه صفاتش بد بود. با همسایش بد بود با دوستانش با خانوادهش فامیلش فرزندانش همسرش همه از او بد میگفتند پس رسول الله فرمودند ثابت شد ثابت شد پرسیدند یا رسول الله منظورتان چیست ایشان پاسخ دادند از جنازه اولی همگان تعریف خیر می کردید. پس بهشت به بر او واجب شد از او تعریف کردید از نمازش از عبادتش از اخلاق نیکوی او از صدقه دادنش و تلاوت قرآن او اینکه با مردم چگونه رفتار می کرد پس بهشت بر او واجب است اما از دومی فقط تعریف بد شنیدیم همه از او بد می گفتند از اخلاق بدش و خوردن اموال مردم به ناحق و تمامی گناهان دیگرش همه از او تعریف بد کردند پس جهنم بر او واجب است و شماها شاهدان خداوند بر روی زمین هستید این بدان معنا نیست که ما ریاکاری کنیم یا میاد مردم ظاهر سازی کنیم ولی خداوند سبحان و تعالی هر کسی را که بخواهد قبول می کند. رسول الله فرمودند اگر خداوند بنده ای را دوست بدارد جبرئیل را صدا میزند میگوید ای جبرئیل این بنده محبوب من است پس او را دوست بدار پس جبرئیل او را دوست میدارد سپس اهل آسمان را صدا میزنند خداوند فلانی را دوست دارد پس او را دوست بدارید پس اهل آسمان او را دوست میدارند تمام ملائکه آنان که عبادت می کنند آنهایی که در پیشگاه خداوند هستند و او را تسبیح می کنند و استغفار می کنند و او را دوست می دارند. سپس پذیرشش در زمین نازل می شود چگونه به این مرحله رسید که خداوند او را دوست بدارد مردم همه از او تعریف کنند در قلب مردم باشد و او را ستایش کنند چگونه فقط با نزدیکی به خداوند متعال با خشوع و خضوع در مقابل الله متعال و این گونه خداوند وی را دوست می بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار می دهد. رسول الله می فرمایند و اما اگر خداوند از بنده ای بدش بیاید. اعوذ بالله. جبرئیل را صدا می زنم. پس می گوید ای جبرئیل من از فلانی بدم می پس جبرئیل نیز از او بدش می سپس اهل آسمان را صدا می زند. ای اهل آسمان خداوند از فلانی بدش می آید. پس مورد خشم اهل آسمان قرار می گیرد. ملائکه در روزه ها، قیام ها، عبادات و ذکرهایشان از این بند بدشان می آید. سپس خشم و بغز بر زمین نازل می شود. مردم از دیدنش اجتناب می کنند. از دیدنش دوری می کنند از هم نشینی با او دوری می کنند حتی از حرف زدن با او دوری می کنند هر کجا که او باشد به آنجا نمی روند خشم و بغز بر زمین نازل می شود چگونه محبوب باشد وقتی که از انجام هیچ گناهی دریغ نکرده حق مردم را خورده به مردم ظلم کرده با پدر و مادرش بد رفتاری کرده چطور محبوب باشد برای همین اگر مردم او را ببینند یا اگر جنازه اش را ببینند از دست او راحت می شوند. او را لعنت می کنند و از بدیهایش میگویند. بله شماها شاهدان خداوند در زمین هستید آه. بله این مرگ است مرگ احکامی دارد رسول الله میفرمایند هنگامی که نزد میتی می روید از او به نیکی یاد کنید زیرا ملائکه بر دعای شما آمین میگویند اگر کسی از شدت گریه برای خودش یا همسرش و فرزندانش دعا کند که به او ملحق شود و یا قبل از او بمیرد و یا بعد از خانوادهش زندگی سعادتمندی نداشته باشد و امثال اینها پس فرشتگان میگویند آمین آمین هنگامی که پیش میتی رفتید بالای سر او فقط دعای خیر کنید زیرا ملائکه بر دعای شما آمین میگویند تلقین کردن به میت امر رسول الله است. به آنها تلقین کنید لا اله الا الله. به آنها تلقین کنید که لا اله الا الله را بگویند. علما گفتند به سراحت به فرد محتضر نگویید که بگوید لا اله الا الله. او را تکان ندهید چون میترسد و شکه میشود. میگوید یعنی من میمیرم؟ احتمالا کلمه را نگوید اما اگر با آرامی و آرامش به او گفته شود، او هم کلمه لا اله الا الله را تکرار می کند. مثلا همه بگویند لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله تا اینکه فرد بیمار آن را بشنود و تکرار کند. اما اگر متوجه نشد که مردم به خاطر وی این از کار را میگویند که وی نیز تکرار کند ایرادی ندارد که به وی به صورت ملایمی گفته شود فلانی بگو لا اله الا الله به کسانی که در بستر مرگ هستند لا اله الا الله را تلقیم کنید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر کس آخرین حرفش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می شود و به همین خاطر این آخرین صحبت خود ایشان بود و اصحابش را به گفتن آن ترغیب می کردند. بعضی از فقها ها گفتند که بهتر است فرد محتضر به طرف قبله قرار داده شود. هر ما هیچ دلیلی برای این کار نداریم اما گفتند که اگر بتوانید بسترش را به سمت قبله قرار دهید همان گونه که در نماز به سمت قبله نماز میخوانیم اگر توانست ایستاده و اگر نتوانست به صورت نشسته و اگر نتوانست در حالت درازکش بر پهلوی راستش و رو به قبله نمازش را میخواند و اگر نتوانست بر پشت میخوابد و پاهایش به سمت قبله باشد که اگر یک مقداری سرش را بالا بیاورد صورتش به سمت قبله قرار بگیرد مقداری سرش را بالا بیاورد صورتش به سمت قبله قرار گیرد پس اگر بتواند و سرش را به گونه قرار دهند که پاهایش به طرف قبله باشد و نیز بتواند بنشیند صورتش به طرف قبله باشد کار پسندیده است ناگفته نماند که این کار ضروری نیست و در سنت پیامبر صلی الله علیه و, علی و نیز هیچ فرموده صحیحی در این مورد نداریم اما کعبه قبله ما در حالت حیات و مرگمان است و در قبر هم انسان به طرف قبله دفن می شود. به همین خاطر بعضی از علما گفتند فرد محتضر را هم به طرف قبله بنشانید خوب است تا اینکه روح از بدنش خارج شود. باز علما گفتند که دعای خیر کردن نزد فردی که در بستر مرگ است کار بسیار نیکویی است و اینکه وی را به خداوند خوش گمان می کنی. مثل ابن عباس که نزد عمر خداوند از او راضی باشد رفت. عمر در حال فراغ این دنیا بود. وقتی عمر چندین بار مورد ضرب و جر قرار گرفت، ابن عباس نزد وی آمد. و عمر می گفت به خدا قسم، اگر به اندازه کره زمین ثروت داشتم، آن را میدادم تا از سختی های وقوف در برابر خداوند رهایی یابم. ابن عباس فرمود ای امیر المؤمنین به خداوند سوگن که مسلمان شدنت به مسابه فتحی برای مسلمانان بود چون مسلمانان با مسلمان شدنت قوی شدند گفت اسلامت فتح بود و هجر کردنت نصرت خدا بود من بارها از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود من ابوبکر و عمر خارج شدیم من ابوبکر و عمر آمدیم ابن عباس گفت امیدوارم خداوند تو را با هر دو دوست خود جمع کند بعد از اینکه عمر این جملات را از ابن عباس شنید گفت به خدا سوگند که آرامم کردی یعنی خوشحالم کردی به همین خاطر مستحب است که فرد محتضر را به خداوندش نیک گمان بگردانیم مادری نزد فرزندش رفت در حالی که جان میداد مادر شروع کرد به گریه و گفت مگر نگفتم این کار را نکن خواهی مرد تو را از این مرگ بر حضر نداشتم این مادر میبایست گمان فرزندش به خدا را خوب میکرد پسر به مادرش گفت مادر جان اگر حساب و کتابم دست تو بود مرا چه کار میکردی مادر گفت به تو رحم میکردم و گناهانت را میبخشیدم پسر گفت مادر جان حسابم نزد مهربان تر از توس و داشت مادرش را دلداری میداد به همین خاطر بهتر است ما فرد محتظر را دلداری بدهیم و حسن زن به خدا در او ایجاد کنیم مثلا بگوییم نزد خدای بخشنده و مهربان میروی اگر آن فرد گفت من نمازهایم را خوب نمیخوانم و با پدر و مادرم مشکل داشتم به او بگویید نگران نباش خدا مهربان است و شکر خدا شما نمازخوان بودی و آن روز صدقه دادی و خوشاخلاق بودی کاری کنیم به خدا حسن زن پیدا کند این کاری است که باید نزد فرد بیمار انجام داد حال انسان هنگام مرگ چگونه خواهد بود و نشانه های آن چیست و هنگامی که فوت کرد اولین کاری که با او می شود چیست